تصاویر بی‌نظیر و دیده نشده از تهران قدیم. نگاهی به تاریخ و فرهنگ تهران اواخر قاجار و پهلوی با دیده‌ها و شنیده‌های مرحوم جعفر شهری و تصاویری از این دیار. مدرسه، صرف چایی در باغ خانه قدیمی در عهد قاجار. مظفرالدین شاه در فرنگ. میدان رژه تهران. تصویر کمتر دیده شده از احمد میرزا یا احمد شاه. اجتماع شهروندان در تراموا در منطقه شمال تهران سال 1300. تصویری نادر از یک نمای خیابانی از تهران در عهد ناصری سال 1287. در تصویر نانوایی سنگک قدیمی، آجیل فروشی، چراغ روشنایی و به چشم می‌خورد. مغازه تریاک فروشی در روستا. پهلوان معرکه‌گیر برای کسب روزی با یک خرس در خیابان‌های تهران کشتی می‌گیرد. تصویر پرورش دهنده بوقلمون که گله خود را برای فروش به خیابان‌های تهران آورده است. سال 1300 خورشیدی. پادشاه انگلستان ادوارد هفتم و اعلی حضرت همایونی قبله عالم ناصرالدین شاه قاجار در انگلستان. پهلوانان نمی میرند. سال 1298. یک مغازه فروش لباس دست دوم سال 1286. بررسی گل خشخاش برای برداشت تریاک. در ایران تا سده 18 و اوایل قرن 19 کشت خشخاش و تولید تریاک به منظور مصرف داخلی بود، اما از نیمه دوم قرن 19 کشت خشخاش در جایگاه محصولی ارزآور مورد توجه قرار گرفت. در اواخر سده 19 و اوایل قرن 20 ایران یکی از اعضای بسیار فعال تجارت جهانی تریاک شمرده می شد و اقتصاد کشور تا حد زیادی به تولید و صدور تریاک وابسته بود. در تاریخ 23 اسفند ماه سال 1289 برابر با 12 ربیع الاول 1329 قانون تهدید تریاک به تصویب رسید که طی آن در مدت 8 سال مصرف شیره ممنوع و استعمال تریاک تنها به منظور مصرف طبی مجاز شناخته شد. دولت برای مصرف مواد مالیات در نظر گرفت و برای معتادان کارت سهمیه صادر کرد، اما این اقدام
به کاهش مصرف مواد نینجامید، بلکه قاچاق آن را رواج داد. در این میان در سال 1301 شمسی قانون منع واردات مواد مخدر تصویب شد. پس از تشکیل جامعه ملل، مسئله تریاک مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت و ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان اصلی هدف برنامه کاهش تولید بود. 6 سال بعد، یعنی سال 1307 شمسی، قانون جدید انحصار دولتی تریاک از تصویب گذشت که بر این اساس دولت ایران میبایست به تدریج اراضی زیر کشت خشخاش را کاهش میداد. به دنبال گسترش ابعاد مسئله اعتیاد و ناچیز بودن درآمد حاصل از صدور تریاک برای دولت، قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در سال 1334 تصویب و به اجرا گذاشته شد. غمزنی محرم عهد قاجار. فقط در تهران ادا خواهد شد. اولین واگن اسبی به همراه مسافرین. بازار. مظفرالدین شاه در باغچه خانه‌ای نه چندان مجلل استراحت می‌کند. اداره پست تهران قدیم. مظفرالدین شاه. دروازه گمرک. اگر تا دمدمای غروب خودت را به شهر میرساندی، میتوانستی وارد شوی، وگرنه باید همان بیرون شهر و پشت دروازه های بسته میماندی و شب را با ترس حمله دزدان و حرامی ها صبح میکردی، یا اگر دلت میامد که باید میامد، سرکیسه را شل و دروازه بانان را با سکه های زرد رنگ راضی می کردی تا در را باز کنند و به تو اجازه ورود بدهند. به هر حال در روزگاری که برای محافظت از شهر در مقابل مهاجمان و یاغی ها دور تا دور شهر را برج و باروهای مرتفع و خندق های عمیق گرفته بودند و دروازه ها تنها ورودی های شهر به حساب می آمدند، دروازه ها را بعد از اذان صبح تا 2 الی 3 ساعت بعد از غروب آفتاب باز بودند و تو باید به موقع خودت را می رساندی تا بتوانی از زیر تاق های کاشیکاری شده آنها عبور کنی. بازار پارچه فروشان تهران. عطاری تهران قاجاریه. تزیینات با صابون سفید. بستنی تهران. معتادان بی خانمان عهد قاجاری. کرسی حمام در سال 1250 شمسی. به امید آگاهی، آزادی و سربلندی. پاینده ایران و ایرانی.